با سلام خدمت بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار. در برنامه دیگری از میزگرد هفته خدمت شما هستیم. موضوعی که در این برنامه وان پرداخته میشه تحولات سیاسی کشور افغانستان و پدیده مهاجرت افغانها به ایران است. همزمان با انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 در کشور همسایه ما افغانستان تحولات بزرگ و پرفراز و نشیبی هم اتفاق افتاده است که تا به امروز ادامه داره. برچیدن فساد پادشاهی کمی قبل از انقلاب ایران و جایگزین آن با نظام جمهوری، کودتاهای مختلف، تصرف افغانستان توسط طالبان، استقرار آمریکایی‌ها و ناتو، حدود 2 دهه زنجیری از حوادث مهم رو رقم زده که متاسفانه تا امروز ادامه داره. به همه این موضوعات نمیشه پرداخت و آنچه که ما در این برنامه روش تمرکز میکنیم تصرف مجدد افغانستان توسط طالبان بعد از خروج آمریکا یا در سال 1400 یا 2021 میلادی است و پیامدهای آن و به ویژه مسئله مهاجرین افغان به کشور ما ایران. در این گفتگوی مهم میزبان دکتر ولی آریا، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیا شمالی، کارشناس در امور افغانستان و تحلیلگر سیاسی هستیم. من تلاش میکنم از حضور دکتر آریا گرامی بیشترین بهره برداری رو در این گفتگو ببرم و گفتگو را سعی میکنم در قسمت های مختلف ادامه بدیم با هم دیگه، یه گفتگوی چالشی تا بتوانیم تا اونجایی که ممکن است تصویر صحیحی از اوضاع ارائه بکنیم. جناب دکتر ولی به خوشما، ضمن خوش آمد به شما میخواستم قسمت اول رو به این موضوع اختصاص بدیم که در سال 2021 که افغانستان به دست طالبان مجددن سقوط کرد، این سقوط به چه عواملی بستگی داشت؟ چرا افغانستان به این سادگی سقوط کرد؟ و بیشک شما بهتر از من میدونید که این حادثه یک شبه اتفاق نیفتاده و در رشته عوامل پد زیادی در حقیقت این رو باعث شدن. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم با عرض سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، همچنین سلام به بینندگان گرامی. بله، طوری که شما هم اشاره کردید عوامل متعدد رو میشه اشاره کرد بهش در این ارتباط. عوامل داخلی عبارت بودن از ضعف در حکمرانی و حکومت داری، فساد گسترده‌ای که ما شاهدش بودیم در طول اون 2 دهه، قوم‌گرایی مهمتر از اینها به نظر من که سیاست رو متأثر ساخته بود، همه چیز باید بر اساس در نظر داشته مسائل قومی باید صورت می‌گرفت و تصامیم، و انگیزه کافی وجود نداشتن در رابطه با مبارزه علیه نیروهای شورشی، و در بود بیرونی و منطقه‌ای، اولا در بود منطقه‌ای من اشاره بکنم که بر اساس اون مقوله دشمن من دوست من است، بر علاوه پاکستان که به هر حال به طور سنتی حامی طالبان بوده در دهه‌های گذشته، در اواخر سال‌های اخیر ما شاهد این بودیم که به هر حال ایران، روسیه و چین هم به این صف پیوسته بودند و در واقع به نیروهای مخالف حکومت افغانستان کمک میکردند و هدف نهایی به هر حال این بود که غرب و ناتو به طور کلی بساطش رو جمع بکنه از افغانستان و منطقه. خب ایران به هر حال باز علاوه بر آن ملاحظه دیگه هم که داشت، حکومت ایران موضوع داعش بود و بین بد و بدتر به این نتیجه رسیده بودند که از به زعم خودشان البته که بد رو ترجیح بدهن، یعنی طالبان رو بر داعش ترجیح بدهن و حمایت بکنن با ترسی که داشتن که ممکن است داعش حاکم بشه اگر ما این کار رو نکنیم.
و در بعد وسیع‌تر که ما اگر به نقش آمریکا و ناتو اشاره بکنیم، متاسفانه اشتباهات خیلی زیاد صورت گرفت در دو دهه گذشته، در دو دهه قبل سقوط، در مورد پالیسی ها، در مورد اینکه چی باید صورت بگیره، پالیسی چی باشه. معمولا خب تصمیم درستی میگرفتن، من جمله اینکه خب ما باید دولت سازی بکنیم در افغانستان یا ملت سازی بکنیم، باید نهادهای دموکراتیک رو تقویت بکنیم، دموکراسی رو تقویت بکنیم بطور کلی، یا حقوق بشر، جامعه مدنی، چیزهای از این قبیل. خب تصمیم درست بود، ولی پالیسی ها، ولی استراتژی ها، استراتژی یعنی چگونگی اجرا اون پالیسی ها مشکل داشت معمولا، به این معنا که خب با توجه به اون عدم شناختی که از افغانستان داشتن جامعه جهانی و توجه نکردن به مسائل داخلی، به مسائل قومی، به سیاست‌های قومی در افغانستان، ندیده گرفتن مسائل مربوط به حکومت داری و فساد و اینها، این باعث شد که اون پالیسی‌های درستی که می‌گرفتن از طریق این استراتژی‌های نادرستشون درست عملی نشه و اجرا نشه. ما در اگر قبل از 2018 نگاه بکنیم، میشه به نظر من بیشتر تقصیر رو به گردن سیاسیون و الیت سیاسی افغانستان و دولت مردان افغانستان انداخت که از این فرصت ها به هر حال استفاده نکردن، انسجام و اتحاد لازمی که باید وجود می داشت وجود نداشت، مسائل قومی بر همه چیز چیره شده بود، همه چیز رو متاثر ساخته بود و فکر میکردن که این بساط همیشه هست، ما باید دیگه به هر حال خارجی ها نیومدن که برون از افغانستان. خود حتی آقای کرزی در یکی از جلسات مهم لوجرگه اشاره کرد که این آمریکا نیومده که بره، اینا هستن. به هر حال یه جور خاطر جمعی وجود داشت که اینا هستن دیگه، ما همینجوری ادامه میدیم به سوء استفاده. و بعضی ها حتی اگر اونایی که فکر میکردن که ممکنه یه روزی مثلا آمریکا یا غرب خسته بشه بره، برای اونا هم حتی به این نتیجه رسیده بودن که خب اینا ممکنه یه روزی برن، پس بهتر ما حد اکثر استفاده رو بکنیم از این بساط، حد اکثر سوء استفاده در واقع. ولی بعد از 2018 من باز بیشتر کوتاهی و تقصیر رو متوجه آمریکا میدونم، به این معنا که اون نحوه مذاکره با طالبان توسط آقای ترامپ که به هر حال به نتیجه رسیده بود که به هر طوری که شده ما باید افغانستان رو ترک بکنیم، و مشوره های نادرستی که بهش داده شده بود، اخیرا در کتاب آقای اچ آر مکمستر که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود به مدت یک سال و نیم، آقای مکمستر هم گفته که آقای ترامپ به من گفت که ببین این طالبان شکست ناپذیرن، افغانستان نمیدونم گورستان امپراتوری ها بوده و چیزهای از این قبیل، اطلاعات نادرستی که به خورش داده شده بوده، و من به دوستم به من گفته من باید به هر طوری که شده من باید افغانستان رو ترک بکنم، و اصلا به مشورت های کارشناسان نظامیش، جنرال هاش و استخبارات و اطلاعاتش گوش نمیداد. خب این تصمیم گرفته بود که به هر صورت افغانستان رو ترک بکنه، و این باعث شد که خیلی از چیزها ندیده گرفته بشه، من جمله اینکه حکومت افغانستان رو در اون پروسه مذاکره با طالبان نقش ندادن، و این باعث شد که خب طالبان بیشتر مشروعیت داده بشن، بهشون انگیزه و روحیه داده بشه، و برعکس از دولت افغانستان که تحت حمایت غرب بود مشروعیت زدایی بشه، روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تضعیف بشه، انگیزه کاملا از بین بره. و با وجود این هم به هر حال حکومت آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ 4 شرط رو گذاشته بود در این پروسه خروج. این 4 شرط عبارت بودن از اینکه اول خب یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکا، نیروهای ناتو از افغانستان روش تصمیم گرفته بشه با طالبان. دوم مذاکرات بین الافغانی بود که باید بین طالبان و نیروهای سیاسی دیگر و حکومت افغانستان هم مذاکره صورت بگیره. شرط بعدی آتش بس دائمی بود، و شرط چهارم قطع هر نوع رابطه که بین طالبان و شبکه ها و شبکه ها و سازمان های تروریستی که در افغانستان بودن یا فراتر از افغانستان، این رابطه باید قطع بشه. خب پروسه بر همین منوال ادامه داشت تا اینکه به هر حال خب به نتیجه رسیدن، حکومت افغانستان هم کاملا از این
پروسن منزوی شد و در برحال دور زدن حکومت افغانستان رو و جدول زمانی هم تعیین شد. ولی قبل از اجرا برحال اون تاریخ نهایی که باید خروج صورت می گرفت، اون برحال بعد از این که آقای بایدن روی کار اومد اون تاریخ قرار بود فرا برسه، یعنی قبل از پایان حکومت آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ، اون تاریخ نهایی خروج فرا نرسیده بود. و آقای ترامپ، آقای بایدن که روی کار اومد، آقای بایدن به عنوان شخصیتی به هر حال شناخته شده در ارتباط با افغانستان که تحت هیچ شرایطی حاضر نبود نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند. و این رو بارها در زمانی که معاون آقای اوباما بود، در زمانی که سناتور بود هم بارها گفته بود این رو و بدبینی خاصی داشت در ارتباط با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان. و این به هر حال بهانه شد مذاکراتی که آقای ترامپ شروع کرده بود، موافقتی که آقای ترامپ با طالبان رسیده بود، این به هر حال از خدا خواست که همچین چیزی فراهم شده بود. به هر حال شاید هم اگر آقای ترامپ این جرأت رو نمی کرد، شاید مثلا آقای بایدن به عنوان کسی که بیشتر گوش میداد به مشاوره های نظامی ها و اطلاعاتی ها و سفارت ها، شاید هم مثلا به هر حال ما چیزی نمیتونیم الان با یقین بگوییم، به هر حال شاید طور دیگر شرایط رقم میخورد. ولی به هر حال آقای ترامپ حالا که به گذشته نگاه میکنیم و کسایی که به هر حال تایید میکنن موضوع آقای ترامپ رو، مثلا آقای خلیلزاد کرده در اینجا نقش خیلی بارز داشت، آقای خلیلزاد که سفیر آمریکا در افغانستان و عراق و سازمان ملل بوده در چند دوره، یا افرادی مثل اون، به هر حال میگن که اگر آقای ترامپ همچنان رئیس جمهور میشد در دور دوم هم به هیچ عنوان به این شکل و بدون قید و شرط خارج نمیشد، حتما اون چهار شرط رو که مطرح کرده بود جدی میگرفت. و میگن که هر یک از اون چهار شرط اگر عملی نمیشد به این معنا بود که اون سه شرط دیگه هم باطل بود از نظر ما. ولی آقای بایدن اومد اصلا چهار شرط رو در نظر نگرفت، کاملا ندیده گرفت و تنها فقط یک دو سه ماهی تمدید کرد تاریخ خروج نیروهای آمریکا و ناتو رو از افغانستان. به هر حال این عوامل دست به دست هم داد و باعث شد که طوری به نظر برسه که در واقع قدرت رو دو دسته تسلیم کردن، آمریکایی ها و غربی ها به طالبان. دو نظریه در اینجا وجود داره. البته یک نظریه اینه که خب غرب شکست خورد در افغانستان، اینو به هر حال خود طالبان و بعضی از ناظران مستقل هم شاید تایید بکنن، ولی یک نظر غالب دیگه اینه که نه، غرب اگر نمی رفت و حکومت رو دو دسته همه چیز رو تقدیم طالبان نمی کرد، شکست نمی خورد، حکومت افغانستان هم سقوط نمی کرد. و یک نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم اینه که بر علاوه اون عواملی که من ذکر کردم، یک از استراتژی های غلط دیگری که آمریکا و ناتو کلن پیش بردن در دو دهه قبل سقوط در افغانستان این بود که شاید هم به این دلیل که فکر میکردم خب ما با مدت طولانی تر اینجا هستیم و شاید این دو مشکل رو برطرف بکنه. اون دو مشکل چی بود؟ یکی این بود که افغانستان نیروی هوایی نداشت و اون نیروی هوایی که قبل از آمدن جمهوریت و طالبان و جنگ های داخلی، و حتی ما در زمان ظاهرشاه و داود خان به هر حال نیروی هوایی داشتیم، در زمان کمونیست ها، حکومت کمونیستی که تحت حمایت شوروی سابق بود هم نیروی هوایی قوی وجود داشت. خب اون به تدریج از بین رفت و در طول این دو دهه که غرب حضور داشت در افغانستان روی نیروی هوایی واقعا سرمایه‌گذاری نکردن و خیلی دیر و خیلی هم آهسته سرمایه‌گذاری کردن. و بخش دیگر این بود که اینها رو از نظر لوجستیکی هم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان وابسته به نیروهای ناتو و آمریکا بودن و وقتی که به هر حال اینا تصمیم گرفتن که خارج بشن، یکی از بزرگترین ضربه هایی که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان خورد همین بود که چون در عمل از نظر فیزیکی از نظر میدانی نه نیروی هوایی داشتن که به کمک نیروهای زمینیشون بیان و نه هم از نظر لوجستیکی به اینها کمک میتونست برسه، چون اون پشتیبانی اصلی از بین رفته بود با خروج این نیروها.
و این باعث شد که انگیزه کاملا سقوط بکنه و این برداشت ایجاد بشه که پس غرب واقعا هم اینی که بعضی از ناظران میگن که دو دسته میخواهد قدرت رو تسلیم بده به طالبان، در واقع داره اتفاق میفته پیش روی چشم ما. پس ما چی انگیزه باشه، اصلا چی دلیلی وجود داره ما جون خودمون رو به خطر بیاندازیم و بجنگیم مبارزه بکنیم علیه طالب؟ پس بهتره که تسلیم بشیم. این عوامل به هر حال بخشی از اون وضعیت خیلی پیچیده بود متاسفانه منجر به اون حالت شد. درود بر شما. من نخواستم صحبت شما را قطع بکنم. در این جریل سقوط افغانستان عوامل داخلی، خارجی و در انتها هم دلایل نظامی و لوجستیک رو که برشمردید، هر کدوم از اینا واقعا خودش یک کتابه. من با توجه متاسفانه نمیتونیم در مورد همینا صحبت کنیم. جناب دکتر آریا، یک سوالی که مهمه و من از شما میپرسم و خواهش میکنم در حد، چون مسئله متعددی است که من میخوام حتما مطرح بشه، تا حد امکان در حقیقت جوابا کوتاه باشه. ببینید، شما در زمینه دلایل داخلی سقوط به یک مسئله اشاره کردید، برای ما ایرانی ها مهمه، گفتید یک مسئله قومگرایی در افغانستان در حقیقت، و بعدش هم خطای روشنفکران. میشه در این دو مورد کوتاه توضیح بدید؟ ببینید، مشکل قومی در افغانستان خیلی پیچیده و خیلی حاد هست در این زمان. اولا که ما مشکل پشتون و غیر پشتون رو داریم. غیر پشتون ها به هر حال احساس میکنن که در دو نیم قرن گذشته به هر حال اینا در حاشیه بودن و به عنوان شهروندان درجه دو بودن. خب بین غیر پشتون ها هم باز هزارها مثلا این احساس رو بیشتر دارن، در مرحله بعدی تاجیک ها و ازبک ها. خب بین خود پشتون ها هم به هر حال دو شاخه اصلی هست، شاخه دورانی هست سمت قندهار بیشتر و شاخه غلجایی هست اون سمت شرق و جنوب شرق، که اینا هم به هر حال بین خودشان مشکلات قومی دارن. طالبان مثلا در قبل از اینکه رهبر فعلی به هر حال قدرت رو به دست بگیره، رهبر اول طالبان از شعبه از شاخه مثلا غلجایی بود. یکی از بحث ها این بود در اون طول دوران جمهوریت که این یکی از عوامل نارضایتی طالبان اینه که قدرت رو بیشتر به هر حال دورانی ها دادن. دوباره در گذشته هم دورانی ها بیشتر در قدرت بودن، شاهان قبلی به استثناء یک دو دوره. ولی رهبر فعلی به هر حال هبت الله، معاونش آقای ملا برادر، اینا از شاخه دورانی هستن از سمت قندهار و اورزگان اینا. ولی شاخه حقانی باز از قوم زدران هست که اون از اون شاخه عمده تر غلجایی است. اونا هم به هر حال میبینیم که بین طالبان هم فعلا مشکلات وجود داره که بخشش برمیگرده به همین مثال قومی، بخش دیگرش هم به طرز دید و مثال ایدئولوژیکی که دارن بین خودشان. و در ارتباط با غیر پشتون ها هم به هر حال یکی از بحث هایی که شاید شما هم در این اواخر متوجه شده باشین، خیلی از مثلا الیت سیاسی و روشنفکران غیر پشتون خودشان رو همه، البته نه یک بخش بزرگی از اونها که مثال خراسان بزرگ رو مطرح میکنن، مثلا میگن ما با ما افغان نباید اطلاق بشه، ما افغان یعنی پشتون، افغان به قوم پشتون تنها باید اطلاق بشه و ما تا زمانی که نام افغانستان باید تغییر بکنه و نام و اسم با مسماتر در واقع انتخاب بشه، ما به هر حال با ما باید افغانستانی گفته بشه و ما افغان نیستیم. و باز به هر حال بین خود تاجیک ها هم ما میبینیم که این مشکل قومی و همان خلاصه نمیشه بوند، چند دستگی وجود داره. ما تاجیک های بدخشانی رو داریم، تاجیک های هراتی، تاجیک های پنشیری، تاجیک های سمت شمال افغانستان، اینا هم بین خودشان اختلافات خیلی شدیدی دارن. بین ازبک ها همچنین، برعلاوه این که در مقابل پشتون ها قرار می گیرن بعضی اوقات، باز بین خودشان هم چند دستگی وجود داره و حتی هزاره ها هم به این شکل. در مورد هزاره ها، وقتی که طالبان اومدند و حکومت سقوط کرد، به خاطر اون سیاست خاصی که حکومت ایران داشت که خواست رابطهش خوب باشه با طالبان، خب فشار آمد روی بخش از الیت سیاسی هزاره هم که با طالبان کنار بیایند. و این کار هم شد و هنوز هم به هر حال بخش از اینها نوعی در تعامل و همکاری هستند. با توجه به این که به هر حال ما در سوریه لشکر فاطمیون رو داریم که بیشتر متشکل از قوم هزاره افغانستان هست،
و با توجه به اینکه اینها به هر حال دشمن مشترک هزارها و ایران و کلا اهل تشیع داعش هست و داعش دشمن طالبان هم هست، هنوز هم اون سیاست وجود داره که خب با طالبان یک نوع تعامل وجود داشته باشه، یعنی بین طالبان و حکومت ایران، و وضعیت از این قراره متاسفانه. عجب، بله متاسفانه این بررسی خیلی عمیق در زمان کم ممکن نیست. من بپردازم به قسمت بعدی قضیه و به صورت برسیم به اون مسائلی که در حقیقت شاید بیشتر مد نظر من از این برنامه. جناب دکتر آریا، بعد از تسلط طالبان دور در این دوره، در یک نگاه در حقیقت بعد از سقوط افغانستان و تسلط مجدد، شرایط سیاسی اجتماعی اونجا چیه؟ اقتصاد این کشور چه وضعیتی داره در حقیقت؟ و آیا اساساً بدون کمک جامعه بین‌المللی این افغانستان میتونه اساساً سرپا بیسته زمانی که دولت طالبان اونجا هست یا نه؟ ببینید، افغانستان به طور از نظر منابع طبیعی کشور فقیری شمرده نمیشه. منابع طبیعی زیادی داره، ولی متاسفانه در هیچ دوره در تاریخ معاصر افغانستان این فرصت مؤثر و مهیا نشده که به شکل درستش از اون منابع بهره برداری بشه، و همین علت هم افغانستان همیشه متاسفانه وابسته به کمک‌های خارجی بوده. و بعد از خروج نیروهای ناتو و غرب به طور کلی از افغانستان، فعالیت‌های اقتصادی به شدت لطمه خورد، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شد. فعلا بخش بزرگ از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. آمار و ارقام مختلف وجود داره، من نمیخوام اشاره بکنم چون به هر حال شاید دقیق نباشه، ولی بخش بزرگی واقعا از این مشکلات رنج میبرن. فعالیت های اقتصادی برای زنان متوقف شد، زنان از فعالیت های آموزشی و اجتماعی محروم شدن، و این محدودیت هایی که در ارتباط با زنان که نیمی از جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن روز به روز در حال افزایش هست. و این قانون اخیر امر معروف نهی از منکر رو هم که حتما شما دیدید که چقدر این مشکلات رو بیشتر کرد و این محدودیت ها رو افزایش داد. و نوعی از کمک های بشر دوستانه از طریق این جوها به هر حال ادامه پیدا کرده. در طول 3 سال گذشته در حدود مثلا هفته 40 میلیون دلار هست که وارد افغانستان میشه به طور نقد از کشورهای کمک کننده، که اینو بعضی ها میگن این مستقیم به طالبان میرسه، ولی خب طالبان به طور غیر مستقیم از این منفعت میبرن. هدف از این 40 میلیون دلار اینه که مثلا حقوق و معاشات کارمندان سازمان ملل و برنامه‌های مختلف کمکی که سازمان ملل داره، آژانس های مختلف سازمان ملل داره و این جوهای دیگه به اینها پرداخته بشه. ولی خب طالبان مثلا کاری که کردن، خیلی از این جوهای افغانی رو در گذشته مثلا توسط خود افغان ها اداره می شد، مسئولینشون رو تبدیل کردن، افراد خودشون رو مثلا گماشتن در اونجا. بعد به برنامه های مثلا توزیع غذا، فرض کنید یکی از گزارش هایی که وجود داشته این بوده که لیست های خیلی بلند و بالای از افراد خودشون رو، خانواده های منصوب به نیروهای خودشون رو اینا معرفی میکنند بون برنامه های مثلا غذایی که از اونها استفاده بکنند به شکل غیر مستقیم. و همچنین اون پروسه تبدیل دلار به افغانی پول، واحد پول افغانستان هم طوری انجام میشه که باز طالبان منفعت میبره. این به هر حال گزارش هایی بوده که در این ارتباط به طور مستند وجود داشته. البته خب ناگفته نمانده یک کمک دیگه هم که طالبان مستقیم گزارش های هم بوده مستند که مستقیم دریافت میکنه از CIA و از آمریکا، اینه که در ارتباط با عملیات هایی که اینا مثلا دارن علیه داعش یا علیه القاعده، مثلا اطلاعات رو CIA در اختیار طالبان قرار میده و همچنین امکانات پولی رو، مالی رو، بعد اونا مثلا اون عملیات رو انجام میدن و به این شکل به ترانزکشنی و به شکل بدوستان با هم این همکاری رو هم دارن. البته خب اون، البته خب ادعا میشه که کمکیه که بر اساس پروژه و اساس عملیات داده میشه و کمک مستقیمی به این که نیروهای طالب بیشتر افزایش بدن توان نظامی خودشان را نیست. این ادعایی است که برحال طرف مقابل میکنه که قابل رد یا تایید نیست در شرایط پیچیده فعلی.
و مهمتر از مسائل اقتصادی اینکه فعالیت‌های اقتصادی به شکل خیلی چشمگیری و به شدت کاهش یافته و محدودیت‌های اجتماعی همچنین افزایش یافته، موضوع تحصیل دختران و کار زنان بوده که این هم چون ممانعت صورت گرفته باعث شده که خیلی از افغان‌ها در صدد این بشن که افغانستان رو ترک بکنن. درود بر شما. الان می‌پردازیم به همین موضوع. جناب دکتر آریادر، موج اخیری که در حقیقت از 1400 یا 2021 به قول شما اتفاق افتاده، ما شاهد در حقیقت سیل مهاجرت افغان‌ها به ایران بودیم. طبیعتاً اون صحنه‌ها رو که زیادش نمیره، اون زمانی که آمریکایی‌ها یا هواپیمایی که از باند فرودگاه کابل می‌خواستن پرواز بکنن، اون حراسی که داشتند از تصویری که از ذهنشون در مورد طالبان گذشته بود، طبیعتاً این ترس رو آدم میتونه بفهمه و اینا به هر شکلی تونستن و بیشترین از همه جا فکر می‌کنن راهی ایران شدن. این پدیده در این دوره در شبکه‌های اجتماعی ایرانی‌ها یک مسائلی رو مطرح کرده، تنشی رو ایجاد کرده که این فرق میکنه با اون مهاجرین قبلی افغانستان. در واقع مهاجرینی که ما میدونیم از 1979 انقلاب اسلامی به این ور هم زمانی که مجاهدین میجنگیدن وارد ایران شدن، موندن، خیلی از اونها ساکن کشور ایران شدن و به صورت سالهاست اونجا زندگی میکنن، بچه‌هاشون اونجا به دنیا اومده. من می‌خواستم با شما در مورد این پدیده بپرسم که اولا اطلاعی های آماری شما دارید از اینکه چه تعداد در حقیقت از افغان‌ها بعد از تسلط اخیر طالبان افغانستان رو ترک کردن و چه تعداد از اونها به ایران اومدند؟ یک دسته‌بندی تو این زمینه صورت بگیره و اینکه در حقیقت اینکه این مسئله در ایران الان به این شدت در زمینه اجتماعی مشکل ایجاد کرده و به اصطلاح از حضور افغانی‌های صحبت میشه که گویا به قولی میگن طالبان فرستاده برای ایجاد ناامنی و غیره صحبت میشه. نظر شما رو میدونستم، میخواستم بدونم اون کارشناس در این زمینه. بله، ببینید قبل از سقوط در 2021 افغان‌هایی که در ایران بودن این جمعیتشون که در حدود 2,200,000 گفته شده بود توسط بعضی منابع، به تدریج در واقع این تعداد بهش رسیده بودیم در طول 14 قبلش. بله، در طول 14 قبلش و بعد از اون شاهد یک موج خیلی بزرگی از مهاجرت مردم افغانستان به ایران بودیم بعد از سقوط. و اینا واقعا از تمام اون طیف اجتماعی بودن، یعنی از بی‌بضاعت ترین افراد تا افراد خیلی سرمایه‌دار، از سرمایه‌دارهای بزرگ، به خصوص این سرمایه‌دارهایی که به هر حال افراد متمولی که در دو دهه جمهوریت از این قراردادهای خیلی بزرگ چند صد میلیونی و میلیاردی غربی‌ها در افغانستان به اونجا رسیده بودن، یعنی اینها هم شاملش بود و از بخش بزرگی کسایی بودن که به خاطر اینکه خب دخترانشون نمیتونستن مدرسه برن در افغانستان رو ترک کردن، بخش بزرگی به خاطر اینکه مثلا دختران و زنانشون نمیتونستن کار بکنن در افغانستان ترک کردن، بعضی ها به خاطر ترس از انتقام‌جوهای قومی و زبانی و اینها فکر میکنن که حالا که طالبان اومده ممکنه اینجور انتقام ها صورت بگیره. به هر حال نگرانی های مختلف وجود داشت، با عوامل هر کس دلیل خودش رو داشت برای اینکه افغانستان ترک بکنه وارد ایران بشه و کشورهای دیگه. و یک گزارش این بود که در حدود 8.2 میلیون، خب 8 میلیون در واقع بگیریم، از مردم افغانستان بعد از سقوط افغانستان ترک کردن که در حدود نیم اینها ممکن است به ایران رفته باشند، نیم دیگرشان هم به پاکستان و کشورهای دیگر. البته در حدود شاید بین 150,000 تا 200,000 از مردم رو هم آمریکا و کشورهای اروپایی و کانادا و اینها تخلیه کردند. اینا کسایی بودن که مستقیما با خود نیروهای غربی کار کرده بودن اونجا، از آشپز و آبدارچی و راننده گرفته تا مهندس و حقوقدان و استاد دانشگاه، کسایی بودن که مثلا در پروژه‌های مختلف هم کاری کرده بودن، اینا رو تخلیه کردن. و بخش دیگری که در حدود شاید
200,000 to 300,000 افغان دیگر هم قرار است که اینا تخلیه بشن، وابستگان این 150,000 to 200,000 که تا حالا تخلیه شدن هستند. و اینها مثلا بخشی از کسایی که به ایران ایران هم رفتن، اینهایی بودن که اینها هستن که میخوان از ایران به عنوان یک تخته خیز استفاده کنن و برن به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن، از راه ترکیه یا مستقیم وارد اروپا بشن. خیلی ها مثلا کیس دارن تو سفارت‌های مختلف اروپایی و بخش بزرگشون هم البته اونا که به آمریکا قرار بیان در پاکستان اونجا حضور دارن. و یک پدیده دیگه که منم شاهدش بودم تو این گزارش‌ها و کلیپ‌های ویدیویی خیلی می‌بینم که در زمانی که من خودم ایران بودم و بزرگ می‌شدم ایران، دوران تینیجری من، اصلاً اون رو نمی‌تونستیم ببینیم و ندرت می‌تونستیم ببینیم، اینه که جوان‌های خیلی زیادی از سمت جنوب و شرق افغانستان، از مناطق پشتون نشین افغانستان که ممکن حتی فارسی هم بلد نباشن، اینها به خاطر اون تسهیلاتی که در دوران آقای رئیسی ایجاد شده بود که به هر کس ویزا میدادن در چارچوب اون سیاست کلی که در دوران آقای رئیسی داشت، تعداد زیاد از اینها هم به ایران رفتن. ممکن است جوانهای باشن که مثلا از اطراف قندهار و جلال آباد و اینجور شهرها باشن که حتی خود شهر قندهار هم ندیده باشن، زندگی شهری قندهار رو هم ندیده باشن، چی برسه مثلا به اینکه زندگی شهری کابل و هرات اینا رو دیده باشن. اینا مثلا میرن خب به راحتی ویزا میگیرن، از کنسولگری های ایران وارد ایران میشن و بعد به اونجا هم که وارد ایران میشن با همون طرز لباس و ظاهر خودشان که این به از نظر مردم ایران خب خیلی حساسیت برانگیزه. من خودم به هر حال یادم هست که زمانی که ایران بودم به خصوص جوانان ایرانی، خب مردم ایران دوست دارن خیلی زود به هر حال پیشرفت بکنن و مترقی بشن و زندگی خیلی سطح بالا و غربی داشته باشن اینا، و از این از لباس افغانستانی و پاکستانی و مثلا بلوچ لباس سمت مردم زاهدان اینا زیاد خوششون نمی اومد. واقعا من همکلاسی هم در مثلا پیش چشم خودم می دیدم که مثلا من تو به لباس زاهدانی هم مثلا به نگاه بد می دیدن، چی برسه به لباس مثلا افغانی یا پاکستانی و اینها. و این باعث شده که یه خورده حساسیت برانگیز بشه، فکر کنن که مثلا زیادن واقعا تعداد، چون یعنی قابل رویت ترن اینایی که با لباس افغانی به خصوص لباس طرز لباس پوشیدن سمت جنوب و شرق میرن وارد ایران میشن. خب ممکنه که از دید خیلی از مردم ایران مثلا فکر کنن که واقعا تعداد زیاد شده. خب تعداد به هر حال آمار مختلف وجود داره، مثلا اینکه از آمار آرم هست اینجا من یادداشت دارم که بعد از سقوط در حدود 3.6 میلیون افغان وارد ایران شدن، ولی 2.4 میلیون اخراج شدن یا به هر حال دیپورت شدن یا خودشون برگشتن. این یک آمار هست. یک آمار دیگه هست که در حدود 5 میلیون افغان بعد از سقوط وارد ایران شدن، یعنی علاوه بر اون 2 میلیونی که 2 میلیون خورده که از قبل حضور داشتن. برای این آمار واقعا خیلی دقیق نیست، یعنی از چیزی مثلا بین شما 3 میلیون بگیرید تا 6-7 میلیون به هر حال هر کس به زعم خودش این به این آمار اشاره میکنه که دقیقا آمار دقیقش معلوم نیست. ولی خب این مشکل به هر حال موضع ایرانی‌ها عزیز هم به هر حال قابل درکه. این باید به هر حال یک سیاست کلی، یک استراتژی همه جانبه باید در نظر گرفته بشه برای حل این معضل، که به هر حال اگه من وقت داشته باشم میتونم توضیح بدم که چی میتونه باشه این سیاست. بله اتفاقا مهمه، چون شما نکاتی رو مطرح میکنید. خب یه قسمت از این قضیه به هر حال شما اشارات درستی کردید. در زمان آقای رئیسی این به اصطلاح ایران تنها کشوری بوده که این امکان رو داشته که خیلی ها بیان و به هر حال به قول شما کسانی اومدن از مناطقی اومدن در حقیقت وارد ایران شدن از به صدا قسمت‌های از افغانستان که به قول شما پشتو هستن بیشتر و حتی فارسی هم بلد نیستن و این احتمال هست این به لحاظ امنیتی که آیا افراد داعش بین اینها باشن یا در حقیقت قصد خرابکاری داشته باشن، تروریسم و غیره، امنیت اجتماعی در حقیقت یک هراس انگیزی داره ایجاد میشه نسبت به این قضیه و رفتار و کردار خود اینا هم تا یه اندازه اینو تقویت میکنه. منتها اگر این مسئله رو من بذارم کنار، برمیگردیم به این قسمت خیلی مهم که شما الان بهش اشاره کردید. چه راهکارهایی اصلا برای این قضیه هست که مدیریت بشه این موضوع از نظر شما به عنوان یک کارشناس افغانستان؟ من خودم
ممکنه به عنوان یک ایرانی جوری دیگه به قضیه نگاه بکنم. شما چی فکر میکنید؟ ولی من فکر میکنم که به هر حال یک استراتژی خیلی همه جانبه باید در همکاری با کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص سازمان ملل، باید روش کار بشه. بخشی از این میتونه این باشه که افغان‌هایی که در 40-45 سال گذشته رفته بودن و الان نسل دوم و سوم دارن که اونجا متولد شدن و هنوز هم شرایط نامعلومی به سر میبرن، از خدمات اجتماعی مثلا محرومن، اینا واقعا ادغام بشن در جامعه ایران و بهشون تابعیت داده بشه. اینایی که در این اواخر رفتن خب میتونه اون بخش از سیاست متفاوت‌تر باشه، به این معنا که از حضور مثلا اینجوها و برنامه مختلفی که سازمان ملل داره برای پناهندگان از اینا استفاده بشه. حکومت ایران به هر حال با توجه به اون سیاست‌های کلی که داره در ارتباط با سیاست خارجیش در ارتباط با غرب، این باعث شده که مثلا اینجوها و سازمان‌های توسعه‌ای و امداد بین‌المللی در ایران مثل که در پاکستان حضور داشتن. من چند سال در پاکستان هم زندگی کردم و کار هم کردم با این مؤسسات، این سازمان‌های توسعه‌ای و امداد بین‌المللی، و می‌دیدم که چقدر اینا واقعاً یک کمک بزرگی هستن به دولت پاکستان در ارتباط با میزبانی از چند میلیون افغان که اینجا حضور داشتن. اینا سالانه صدها میلیون دلار بودجه داشتن، برای کشور میزبان هم مستقیم و غیر مستقیم منفعت می‌رسوندن. هزارها پاکستانی استخدام شده بودن در اونجا و به اقتصاد افغانستان واقعا حضور اینجاها خیلی کمک بزرگی کرده بود. ایران هم به هر حال میتونست که همچنین سیاست مشابه رو روی دست بگیره و طبیعتا در ایران با توجه به سیاست ماهیت سیاست خارجی ایران ممکنه بدبینی خیلی شدیدی وجود داشته باشه در ارتباط با حضور این اینجاها و سازمان‌های امداد، ولی خب میتونن به هر حال یک نظارت دقیق‌تر داشته باشن تا اون نگرانی‌های حکومت ایران هم برطرف بشه در طول دنیا. اونا میتونن واقعا یک بخش بزرگی از این بار رو به دوش بگیرن و کمک بکنن و همچنین در ارتباط با عملکرد طالبان اگر واقعا یک انسجام و هماهنگی منطقی وجود داشته باشه و مسائل تنها مسائل سیاسی در نظر گرفته نشه در ارتباط تعامل با طالبان و واقعا روی ایجاد یک حکومت فراگیر و از بین بردن تبعیضایی که فعلا در افغانستان وجود داره، از بین بردن تبعیض علیه زنان و دختران، این حکومت ها دست به دست هم بدن کشورهای منطقه کار بکنن به شمول حکومت ایران و دولت ایران، در دراز مدت میتونه که زمینه در خود افغانستان طوری مساعد بشه که کمتر اینا به ایران هجوم بیارن و بخش بزرگ از کسایی که به ایران اومدن اینو برگردن به افغانستان. به هر حال این واقعا یک راه حل ساده ای نیست، باید همه جانبه و با همکاری و سهمگیری تمام کشورهای منطقه و سازمان بین المللی صورت بگیره. درود بر شما جناب دکتر آریا گرامی. ما حدود 40 دقیقه با شما گفتگو کردیم، سقف برنامه ما در حقیقت تموم شد، ولی من فکر میکنم اگر 2-40 دقیقه دیگه هم با شما گفتگو کنیم این مسائل هنوز به حال سوالات زیادی رو مطرح میکنه. من از شما آموختم صمیمانه بگم و فکر میکنم که چنین گفتگوهایی با شهروندان ایرانی حتما لازمه و راه حل‌هایی هم که ارائه کردید بسیار جالبه و بسیار هم درسته، منتها به شرط اینکه جمهوری اسلامی یک دولتی باشه خواهان راه حل باشه در حقیقت، نه اینکه بخواد از افغان‌ها یا از آوارگی اونها سوء استفاده بکنه. متاسفانه دولت ایران از این وضعیتی که خود افغان‌ها استفاده کردن، به عنوان من به عنوان شهروند ایرانی، بیشترین سوء استفاده رو میکنه و آنجایی هم که میتونه با گزینه‌های خیلی مختلفی در کمک با غرب یا به هر حال سازمان‌های مؤسسات بین‌المللی که در این زمینه تخصص دارن این کار هم انجام نمیده و متاسفانه ما ممکنه شاید یک تراژدی باشیم. آنچه که میمونه اینه که بالاخره ضمن اینکه وضعیت فعلی افغانستان رو نتونستیم در این جلسه خوب بررسی بکنیم در زمینه‌های مختلف، آینده ای افغانستان، اون چشم‌اندازی که آیا و سناریوهایی که ممکنه بیاد باز میمونه و من اینجا متاسفانه باید از شما خداحافظی کنم و برنامه رو تموم بکنیم و از شما قول خواهم گرفت که حتما در برنامه دیگری به این موضوع چشم‌انداز آینده افغانستان و سناریوهای موجود با هم دیگه بپردازیم. اینجا من از جانب خودم و دوستان همکارم در حقیقت در شبکه از شما خیلی خیلی تشکر میکنم جناب دکتر آریا به خاطر حضورتون و امیدوارم پایدار و سلامت باشید. به امید گفتگوی بعدی. خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوتتون و برای شما هم موفقیت آرزو میکنم.
سایه به سایه با سپاه پاسداران در رد پای سپاه. تحولات در خاورمیانه همچنان در صدر اخبار جهان قرار دارد. از جنگ بین اسرائیل و حماس تا تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باعث شده تا نبض پیکر زخمی و لاجون خاورمیانه به شماره بیفته. اما این وسط فقط کشورها و برخی گروه‌های شناخته شده مثل حزب الله و حماس در متن این درگیری‌ها قرار ندارند. در خاورمیانه غمگین هر روز یک گروه مسلح به کمک کی؟ جمهوری اسلامی تشکیل میشه تا به قول خودشون در جبهه مقاومت قرار بگیره که چه کار بکنه که امکانات، تجهیزات و مراکز مربوط به غرب و اسرائیل رو مورد هدف قرار بده. امروز قراره به هم به معرفی یکی از این گروه های شبه نظامی که مثل قارچ رشد میکنن و مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن به نام یگان مخوف 700 بپردازیم و هم این که ببینیم بالاخره تکلیف حمله جمهوری اسلامی دادار دوراشون چی شد به اسرائیل و همینطور توانمندی موشکی جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم. دوستان سلام، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و از گزند و درشتی های روزگار در امان باشید. من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از رد پای سپاه در خدمت شما هستم. همونطور که حتما در جریان هستید در این فصل رد پای سپاه ابتدا شروع کردیم به معرفی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و تعدادی از اونها رو معرفی کردیم تا تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شروع شد و رفتیم سراغ پوشش و تحلیل اخبار مربوط به اون داستان که خب موضوع مهم و به روزی هم بود و مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت. تنش ها هم همچنان هست، ادامه داره و وجود داره ولی توی فاز دیگه داره پیش میره. در واقع مهمترین دلیلی که جمهوری اسلامی نتونسته پاسخ بده به ترور اسماعیل هنیه در قلب تهران، قبلا هم گفتم، این بوده که اسرائیل تونسته بود در حمله پیشدستانه در به پایگاه 8 شکاری اصفهان رادارهای S-300 که پدافند جمهوری اسلامی بودن را به کل مثل آب خوردن نابود کنه. این زنگ خطری بود برای جمهوری اسلامی که متوجه شد به هیچ وجه توان و یارای دفاع در برابر حملات اسرائیل را نداره، چه برسه غرب هم بخواد کمکش بکنه. از طرف دیگه خبرگزاری آپ اعلام کرد خطهای موشک‌های اماد که جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل استفاده کرده 1200 متر هست دوستان، یعنی بیش از 1 کیلومتر. یادمون نره جمهوری اسلامی سال 2020 بود برای تبلیغ این موشک‌های اماد میگفت خطهای دایره‌ای اینها چقدر؟ فقط 50 متر میگفت. از طرف دیگه تئوریسین هایی داشتن، اینا مثل دارن هنوزم، مثل رائفی پور هر روز دارن تو بوق و کرنا میکنن طی این سالها که چی؟ که ما چون مسلمونیم و جون غیر نظامی ها برامون مهمه به لحاظ شرعی و خامنه ای هم فتوا داده و روی هم تاکید داره، مجبوریم چند برابر بقیه کشورها تلاش کنیم که خطای پرتاب موشکامون کمتر از چند متر باشه، یعنی به سانتی متر برسه که نکنه به یه مدرسه مثلا جایی بخوره، یه خونه رو مثلا می‌کنه دقیقاً همونجا بخوره، همون کاری که با اسماعیل هنیه کردن. در حالی که دیدیم در واقعیت 1 کیلومتر. عجب یا لد عجب. بخش عجیبتر این گزارش اینه که میگه 50% موشک‌های جمهوری اسلامی در زمان شلیک یا بلا فاصله پس از شلیک منفجر شدن. یعنی چی؟ یعنی هرگز به اسرائیل نرسیدن که هیچ، اصلا از خاک ایران عبور هم نکردن، بعد میشینن هر روز بس ما الله. حالا متوجه میشیم چرا هیچ کدوم از 300 پرتابی که به سمت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی شلیک شده هیچ خسارتی رو به وجود نیاورده. خب 300 تا من اون دفعه هم گفتم آب گرم کنم اگه پرت کنی بالاخره یه خسارتی به بار میاره دیگه. و چرا جمهوری اسلامی جرئت نکرده دوباره به خاک اسرائیل حمله‌ای رو صورت بده؟ در کنار اینها دیروز یه خبری رسید دوستان که بریتانیا یگان 700 نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به دلیل تسهیل فعالیت هایی که برای بی‌ثبات سازی بریتانیا و برخی دیگه از کشورها انجام میداده تحریم کرده. خب این یگان 700 چیه اصلا؟ کارش چیه؟ من یه توضیح بدم. ببینید یکی از مهمترین راه ها خب برای زنده نگه داشتن گروه های شبه نظامی خب اینه که بهشون پول بدی و از اون مهمتر اینه که سلاح بهشون بدی. جمهوری اسلامی برای رسوندن سلاح به این گروه ها هزینه های ده ها میلیون دلاری انجام داده و میده
و گروه‌های مخفی و خاص خودش رو داره، سازوکار خاص خودش رو داره. یکی از این گروه‌ها یا یکی از این یگان‌ها یگان 700 وابسته به سپاه قدس. در واقع این یگان یه واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانه و عمده فعالیت‌هاش هم در زمینه انتقال تجهیزات نظامی و البته پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه و لبنان، یعنی کارویجش اونجاست. حالا چرا تا حالا اسم این گروه کمتر شنیده میشد، حالا یا حداقل در رسانه‌های جمعی کمتر ازش حرف می‌زدن؟ چون به تازگی ازشون اطلاعات درس پیدا کرد. دلیلش برمیگرده به همون تغییر استراتژی که گفتم اسرائیل در واقع داده. تو چند برنامه پیش گفتم اسرائیل وقتی متوجه میشه این گروه‌هایی که در واقع سلاح می‌برن و اینها برای حفظ امنیتشون نمیتونن تعداد نیروهای زیادی رو مسئول رسوندن سلاح بکنن، از طرفی مجبورن از کوریدورهای محدود این کارو انجام بدن. اومد چیکار کرد؟ به جای درگیری مستقیم کار اطلاعاتی انجام داد. اینها افراد و گلوگاه‌های اینها رو پیدا کرد و شروع کرد به حذف فیزیکیشون. نتیجه این شد که اسرائیل فقط در چند ماه گذشته ده‌ها نیروی حزب الله لبنان رو که خیلی از اونها فرماندهان ارشد بودن مثل فؤاد شکر رو حذف فیزیکی کرده. این ضربه خیلی بزرگی به در واقع حزب الله و جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم هست که از یگانهایی مثل 700 اطلاعات بسیار کم هست، یا اینکه در واقع اگر هم اطلاعاتی درس پیدا کرده بعد از حذف همین فرماندهان و نیروهاشون توسط اسرائیل به دست اومده. خلاصه یگان 700 عمده فعالیتش رو گفتم در سوریه انجام میده و البته در دمشق و فرودگاه این شهر. چرا؟ مثلا اگه خاطرتون باشه که خیلی هم خبرساز شده بود در سطح دنیا، در زلزله‌ای که سال 2023 در سوریه و ترکیه اتفاق افتاد، خیلی هم تلفات متاسفانه داد، جمهوری اسلامی تحت پوشش کمک‌های انسان دوستانه، ببینید شما، به زلزله زدگان در سوریه با پروازهای امدادی به صورت گسترده سلاح و تجهیزات وارد سوریه می‌کرد. برای کی؟ برای حزب الله. این کار رو همین یگان 700 سپاه قدس انجام داد. فرمانده یگان 700 سپاه قدس مشخص نیست. چند تا اسم پس الان صلاح نیست مطرحشون کنم، اما دقیق معلوم نشده. ولی این رو میدونیم که با چه گروه‌هایی، با چه واحدهایی کار میکنه. یکی از واحدهایی که اینا باش کار میکنن یه واحد دیگه سپاه قدس مستقر در سوریه که در گردش کار اون قاچاق سلاح قرار داره، یگان 700 هست. یگان 700 مستقیماً، ببخشید عذر میخوام، یگان 18000 هست که مستقیماً با یگان 700 کار میکنه. یگان 18000 هم در واقع زیر نظر سپاه قدس هست به فرماندهی حسن مهدوی. در واقع هر کدوم از اینها یه مسئولیتی دارن، یه بخشی از کار رو انجام میدن. این اطلاعاتی که از این به بعد دوستان دارم در اختیارتون قرار میدم تازه هست، تکمیلی نیست. بعد خود برنامه‌های بعد تکمیلیش هم عرض خواهم کرد. ببینید قاچاق سلاح به لبنانی سازوکار عجیب و عظیمی برای خودش داره. مثلا همین یگان 700 مسئول قاچاق سلاح از جمهوری اسلامی تا سوریه هست. خودش یه دنیاییه این. حالا اینکه چطور تا سوریه میرسه، میگم یه راهش فقط فرودگاه دمشقه، اونم در شرایط خاصی، حالا مثل همون جنگ و زلزله و اینا میتونن از فرودگاه به راحتی استفاده کنن. در باقی موارد باید از راه‌های دیگه محموله هاشون رو به سوریه برسونن. هر کدوم از این راه‌های مسئول داره، یه تیم داره. این تیم‌ها و مسئول‌ها زیر نظر کی کار می‌کنن؟ هم یگان 700. بعد که سلاح به سوریه رسید، از اونجا باید به کجا برسه؟ دوباره بره لبنان دیگه. باز هم به همین ترتیب یه واحدی به نام یگان 190، اینا رو به خاطر بسپارید، یه واحد دیگه به نام یگان 190 که به ترابری سپاه قدس هم معروفه، مسئولیت اصلی راه‌های رسوندن محمولات به لبنان رو در اختیار داره. یعنی کار در واقع اون یگان 700 رو اونجا انجام میده. همه محمولات از سوریه البته خارج نمیشه. این خیلی جالبه. یه واحد دیگه ما داریم، واحد مخفی دیگه در سوریه مستقره به نام 18340 که بسیاری از محموله ها توسط واحد 190 رو به این واحد میسپرن. این یگان حالا یا واحد اعضاش تماما ایرانی هستن، کارشون ساخت موشک در سوریه است، همون موشک شهاب و اینهایی که در جمهوری اسلامی ساخته میشه. اینها اونجا در واقع یه خط تولید جدید دارن.
اینقدر تونتون در موقع والد این گروه ها که میشیم زمان از دست آدم در میره، اینقدر پیچیده هستن. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم، حتما این بحث رو دنبال میکنیم. اگر این برنامه ها رو دوست دارید دوستان در کامنت ها با ما همراه باشید، برامون بنویسید. اگر هم برنامه های قبلی رو ندیدید حتما با آرشیو برنامه هامون در اینستاگرام و یوتیوب شورای گذار سر بزنید. ارادت.